کرونا ندارم، کرونا ندارم، برای چی چه ارتباط دارم؟ چطور ارتباط نداری؟ من خود اگر نرفتم بیرون نگرفتم، درد سر کرونا رو ندارم، هیچ بیرون کرونا که با باد نمیاد تو خونه من، منم که از خود بیرون نمیام. همین. نه خب حالا این شخصیشه، ولی یه ذره بازترش بکنیم، دنیا رو میبینین چی میبینین؟ خب واضحه از لحاظ دنیا آره خیلی خیلی اتفاقا میفته در هر کجای دنیا، هر 24 ساعتی تقسیم بر دو میشه، شب و روز. خب هر جا باشی بالاخره شب میاد، بالاخره روز میاد. آره کرونا هم همه قد طبیعیه، یعنی کرونا هم بیاد اصلا کرونا نباید بیاد، ولی خب طبیعی واضح طبیعی، کسی که درستش نکرده. من اعتقاد ندارم که چینی ها برای خود اگه امریکایی ها رو سدرش در بیارن کرونا رو ساختن و بل کردن. نه اونا وسائل برای پدر امریکا رو در آوردن زیاد دارند. حتما حتما حالا زیاد نداشته باشن، ولی دارن برنازی کافی. آره ولی اونا وسائل دفاع خود و وسائل دفاع امریکا از حیث نظامی حتما بیشتره. نه حتما نه، ولی بیشتر هست برنازی کافی، برنازی خودشون دارن، ولی یه راه دیگه اونا میرن. امریکا یه راه دیگه داره میره، چینا راه دیگه میرن. راهی که چینا دارن میرن خیلی پراتیکتره و امکان هم داره که در بعضی موارد جلوتر هم بره. داره مهم نیست، مهم اصل کار خود ما و قومقشای خود ما شریعه ما هستن که خب توی خنگی که شعر مثل سعدی مثل حافظ اینا این اواخر میخونی؟ من همیشه میخونم. مثلا همیشه یعنی چی؟ مثلا هر روز یه بار؟ من حتما من سه تا شاعر رو درجه اول، یعنی یه آدمی هست که از بس کم گفته به عنوان شاعر نمیشناسیمش، ولی عجیب تقدیر کرده تمام مطالب شعر رو توی مثلا یه 90 تا چهار خطی. اون انقدر گردن کلفته که اصلا در داخل آدمای زیاد نوشت نویس مثل مولوی، مثل سعدی، مثل حافظ، آدمای درجه اول بودن اینا. سه چهار تا خیام واقعا فوق العاده بوده، اصلا فوق العاده بوده، اصلا دست گذاشته رو نبض اساسی انسانیت موجود اطراف خودش، انسانیتی که دوامم آورده و از پیش هم بوده. آره یعنی شما الان متمرکز شدید روی خیام. یادمه که یه ماه پیش، دو ماه پیش که آخرین باری بودش که همدیگر رو دیدیم، بیشتر متمرکز بودید رو سعدی. نه بابا، حالا رو متمرکز رو سعدی هستم. سعدی وسعت خیلی خیلی، سعدی با وسعت خیلی خیلی زیادی از مطالب مختلف صحبت کرده. وحشتناک آدم عجیب غریبی هست. نه الان توی گفتگوی الان اشاره کردم به خیام، برای خاطر که توی این 90 تا رباعی میگن مال اون است. شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه، ولی توی این 90 تا رباعی چنون طبقه بندی و خلاصه گویی انسانی کرده اصلا فوق العاده است. ولی چون 90 ضرب در 4 خط میشه 360 خط، این 360 خط فقط شعر گفته. بله ولی بسمونه، ولی همونقدر بسمونه، زیاد اصلا نرسیم بهش، قبولش نداره، اصلا کسی متوجهش نیست. اونم به خاطر شراب خوردن میگیم قبول میکنیم به بچه خوب گفته. نه جای در مورد هدایت و برخوردش با خیام چیزی یادتونه؟ چیزی صحبتی کرده بوده این هیچ وقت؟ خب همین حرفای عمومی که علاوه زده میشه راجع به خیام، یه مقدارش حرفای اون چه. نه هدایت حس خیام رو درک کرده بود، وسعت فکر خیام رو اگر بخوای حس بکنی باید این وسائل تقویم نویسیش، جبر شناسیش اینا رو هم و خب هدایت به چه آشنایی اصلا نداشت. هدایت آدم خیلی خوبی بود، ولی اگر نه، ولی توانایی علمی این حرفا رو نداشت. نه 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 شاید هم میتونست داشته باشه، ولی رشد نداده بود دیگه.
هلال آدم خیلی انترسانی بود، اما آدم خیلی بگم عمیقی نبود که بود یه مقداری، ولی در عمق وسعت زیاد نداشت، فرو زیاد رفته بود، اما وقتی رسید به اون ته، به اون انتهای فرو رفتگی، اون نقطه رو وسعت نداده بود، نمیتونست بده. اگر میتونست بده به خیلی از آدمایی که اطرافش بودن محل سگ نمیذاشت. بله اونم اینم معیار خوبیه. بگین که از بین تمام این آدم هایی که شما توی سالهای دور دیدید و آشنا شدید و برخورد کردید، هم از سیاستمدار، شاعر، نویسنده، هرچی، فیلمساز، اینا همه دیدین، چند نفر یه برجستگی خاصی داشتند یا کدومشون بودن؟ خب خیلی ها داشتن، بعضی ها داشتن، همش حالا تو اگر بخوام بگم ممکن است تو ذهنم نبوده باشه، ولی آدم های فهمیده ای که بودن بودن، یه دی بودن دیگه، بعضی هاشون دروغ میگفتن، بعضی هاشون نمیفهمیدن دارن چی میگن، ولی خب بعضی هاشون هم میفهمیدن که چی میگن، ولی آدم های فهمیده لزوما در چرا آدم های فهمیده بودن دیگه، آره آدم های فهمیده بودن. مثلا فرض کنید یکی از اونایی که به همه لگد میزد و پوزخند میزد و همین لگد میزد همین پوزخند هر دوش معلم میزوش، رحمت الهی بود. رحمت الهی خب میفهمید یه مقدار فراوانی میفهمید، آره بله مطابق خودشو به دیوانگی هم زده بود، خودشو به دیوانگی نمیزد اصلا، نه دیگه مقدار دیوانه بود خودش اصلا، نه خودشو به دیوانگی نمیزد، ولی آدم خیلی درستی هم بود، آدم خیلی خیلی درستی هم بود، ولی آدم به حسابای مختلف دیگه برجستگی های فوق العاده. ببین ترجمه های چیز بخون، ترجمه های رحمت الهی بخون، آموکشو بخون، اصلا فوق العاده است. سکان و کشتی همچون کلنگ شخ به دهقان، اصلا فوق العاده. نوشته زوای، نوشته زوای، آره درست هست که از دوای ترجمه کرده، ولی زبون خودش آورده گذاشته اونجا و به زور زبون خودش هست که آدم دنبال حرف سوای میره. و اونطور خب بعد سوای آدم هایی در همه هم دیگه هم ترجمه کردن، خود زوایی هم اینقدر آدم اینقدر آدم برجسته روزگار نبود که نبود نه دیگه. الان سوایی که مقایسه کن به سر به کی، به هر کی، به از اونی که در آلمان اون وقت بودن دیگه، تاماس من اصلا تاماس من یک کسی دیگه است، یه چیز دیگه است. بله نه اونقدر بزرگ نبودش. حالا از این عالم ادب بیایم بیرون، از بین آدمای آشنای شما، مهدی سمیعی چه وضعی داره؟ مهدی سمیعی ارتباطی به از قوت ادبی داشت، انسان وحشتناک درجه اولی بود، انسان خیلی خیلی درجه اولی بود، یعنی جوهر انسانیت درش غالب بود. من مهدی سمیعی رو اصلا برخورد من با مهدی از طریق اپریم بوده که اصلا یه آدم دیگه بود، اپریم مطلقا یه آدم دیگه بود. خب من مهدی رو که شناختم یه مقدار دوستی بود، ولی بعد دیدم که جنبه های درجه اولی درش هیچ، من فراموش نمیکنم که من یه دعوا داشتم با کنسورسیوم که سر من میخواستن کلا بزنن، خب من مقاومت میکردم، اینقدر مقاومت کردم که رئیس کنسورسیوم آمد تو خونه من، بعد شاید هم گفته باشم، آمد بودم خیلی خوب، من آمدم خونه، من رفتم بگردم، صبح جمعه بود، آمدم دم اتومبیلش در خونه من ایستاده، رفتم تو دیدم آره نشسته اونجا، من شنیدم که شما نقاش های خیلی خوب دارین، آمدم تماشا های نقاش ها بکنم، فهمیدم که دروغ بگه، گفتم بفهمم این نقاشی ها. بعد گفت که میگن شما از شیراز هم شرابه خیلی خوب آوردین، گفتم شیراز شرابش خیلی خوبه، گفت هست که هم بخورم، آوردم براش بخوره، هیچ پشت رفت، پشت بره، من هم همراه شدم در خونه که رسیدم پاش کوفت زمین، گفت God damn it, why don't you say something. گفتم چی بگم، این دعوایی کردن افتاده، دعوام خیلی ساده بود، من چیز کرده بودم، اقامه دعوی کرده بودم، از دادگاه ورقه احضاریه فرستاده بودم برام که بفرستم برای اون،
وقتی ورقه 1000 یاد فرستاد برای چیز کنسورسیوم، به اون کسی که اینو می برد که پسر خیلی خوبی هم بود، سمد پورکمالی، گفتم سمد وقتی میره اونجا اینا میگن خب بده به دفتر، بگو نه دفتر مورد احضار دادگاه نیست، این آدم به خصوص مورد احضار دادگاه است و کاغذ و درست هم هست حرف شم. گفتم این کاغذ اگر گفت بهشون بگو اگر قبول نمی خود بکنید خب هم بر میگردم میگم که چیزه کردم نپذیرفتن. خب این خیلی بد جور میشه و پذیرفتن بردنش. گفتم حتی اگر که معاونش هم بخواد بگیره به اونم نده. بعد از همونجا تلفن کرد آقا معاونش یعنی تنها کسی خود رئیس رفته سفره نیستش، به معاونش بدم. گفتم به شرطی که بنویسه از طرف فلان. همین کارم کردیم. این بود که اسکولتنز آورد تو خونه من که از راه درست رفتن. بله راه درست انتخاب کرده بودید. بگید برای خدا که اینا من از زحمت مال من بود. حتی خود من برای چیز خودم، حتی برای خودم، برای اداره دستگاه خودم، برای کارهایی که میکردم مزد معین نکرده بودم. من فقط کرایه محلم رو که ساخته بودم با پول خودم ساخته بودم. من دیدم میدارم اجاره میدم فلان، اجاره رو باید از اینا بگیرم. خب چرا به خودم نداشته باشم؟ در نتیجه عجله کردم استودیو رو ساختم و همون قیمتی هم که ساختمان کیانی رو توی خیابون فلان اجاره کرده بودم و توی حساب آورده بودم و همون ساختمان به اون گندگی و اینقدر خرج فلان و همون قیمت طبقه سوم ساختمان کیانی اجاره دادم. خب این تفاوت اصلی شما بود با شأن قالب فرهنگی ایران. یعنی شما نگاهی که میکردید شبیه نبود. من یادم هست مثالی برای شما بگم، حتما شنیدید، اون که اولین باری که رفتم حق و حقوقم رو به طور طبیعی از ناشر حقوقباز وصول کنم، مرحوم انجوی شیرازی همشهری شما که خیلی هم دوستش داشتم در این موقع، من با پیری با ایشون آشنا شدم، ایشون به من گفتش که در شأن تو به عنوان یک نویسنده نیستش که بری با یارو چیز کنی دعوا کنی پول خواهی. گفتم چرا، من یه حق و حقوق همه چیزی نوشتم. این اونو انکار میکنه. گفت اصلا تو وقتی که می نویسی نباید ثروتمند باشی و خب این شأن غالبه. یعنی اگه شما محیط فرهنگی همون سالایی رو که با شما این همه درگیری داشتن بررسی کنید، ببینید که اصولا سرجمع همگی دوستان همه فقیر بودند. خب این اعتماد به همدیگه نداشت. منم چیز نداشتم، توانایی مادی واقعا نداشتم. نه شما توانایی مادی لازم نبود داشته باشین، شما اهل این مجادله برای گرفتن حقتون بودید. حالا هستم، حالا اگر لازم بشه هستم. بله حالا از این آدم های خوب داریم حرف میزنیم، مثلا دکتر علی خانی چی؟ علی نقی دکتر علی خانی چی؟ در مورد دکتر علی خانی نظرتون چی؟ آدم خوب؟ من اول مرتبه که عادی، یعنی من خونه من خب با پدر پری صابری خیلی آشنا بودم، به مادرش خیلی احترام زیاد داشتم. خود پیره من نیده بودم، فقط بعد تهران که آمد زن دکتر شیرینی بود آشنا شدیم به هم دیگه. وقتی عباس یعنی با پدریشون عباس صابری آشنا بودید شما؟ آره عباس صابری کسی بود که آره خیلی زیادم، یعنی وقتی که سرشکن عرفا چیز کلوب توده رو تعطیل کرده بود و اشغال کرده بود، منم یه خونه اجاره کرده بودم در انتهای خیابون آناتول فرانس، پشت پهلی و چسبیده دو تا همسایه چپ و راست من، یکیش جهانگیر بانک ملی بود، معاون بانک ملی، معاون آقای ابتهاج بود، یکیش هم فامیل عالی خانم، برادر عالی خانم، خانم کی؟ عالی خانم
آره خیلی عالی. خانم خواهر عالی خانم زن جهانگیر بود یا آره نه آره نه خود عالی خانم خواهر جهانگیر بود. آره 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 یکی بود اون برای دست چپ منم عباس فردانش بود. خب و این خونه من وقتی سرلشکر چیز کلو حزب گرفته بود تبدیل من یه داستان اصلا فوق‌العاده از اون خونه. 4 طبقه این خونه داشت. نوکر قدیمی ما که قبل از که من دنیا بیام با پدرم کار پدرم میکرده، بابا حبیب زنش سرطان گرفته بود، آورده بودش تلون برای مالجه. خونه من بود توی طبقه زیر زمین خونه من دست بابا حبیب بود. طبقه همکف خود من با فخری و بچه 7-8 ماه همون که لیلی بود زندگی میکردیم و یه کلفت درجه اول فوقلادهی که واقعا جز افراد درجه اول درجه ای که از درجه اول ترین افراد خانواده خود من شده بود دیگه، واقعا اینجوری بود. فاطمه خب این فخری و مادرش هر دو آبزن شده بودن و ما در جستجوی کلفت بودیم. 2 تا کلفت خانم گیر آورده بود، اونی که فکر کرد که مزخرف‌تر و فلان هست و داده بود به دخترش، او خوبه خودش برداشته بود. او که مزخرف‌تر بود یک عمر ما بود به ما، اینقدر زن خوبی بود فاطمه. اونی که خودش برداشته بود که فکر میکرد آدم بهتری هست، سال ماهای اول یا سال اول مهم نبود اصلا، هیچی. ما خونمون اونجا بود و این خونمون شد مرکز حزب توده، هم برای گرفتن دانشجوهایی که راه افتاده بودن هجوم می آوردن به حزب توده، چسبی دانشجوها بود دیگه. هیچی. 4-5 اتاق طبقه دوم مال این چیزا خرجی همه هم می دیدیم دیگه، کیف هم می کردیم که در تحول مملکت سهم بزرگی داریم. طبقه بالا بالای خونه جای پناهنده شدن افسرهای بود که از آرتش در می رفتن، می خواستن برن یا دموکرات آذربایجان بشن یا برن شوروی. و عباس و جمشید کشاورز، جمشید کشاورز زیر نظر عباس صابری، آورنده و برنده اینا بودن. من از اون وقت با عباس و به ملی خانمش آشنا بودم و بعدش هم خب دیگه سالهای بعدش هم در پاریس چیز دیدم، دختر درجه اول که طفلکی مرد و بعد پریم که در آمده و تهرون. من شوهر شیرینلی بود دیگه. چه ترکیب خوبی، چه ترکیب متمدن خوبی، بسو شیرینلو، پریجون، پدرشون. آره فوق‌العاده بودن، هیچ گفتگو نداره. خیلی خوب. هیچ گفتگو نداره. ولی خانم زده درجه اول بود واقعا. فوق‌العاده. قصه قبلی که داشتید میگفتید، اون تصویر اون زن اون خدمه را قبلی مریض بود، مریض، اون که مریض بود. آره پری آمده بود تهران، دعوت میکرد و چندین مرتبه توی این دعوت ها آلی خانی هم بود. آلی خانی میگفتن عضو سازمان امنیته، که خب بود، منتقد نه اون سازمان امنیتی که آدم میکرد خفه میکرد، متخصص درجه اول اقتصادیات بود که آخرش شد وزیر و اون همه کارهای اساسی رو در اون مدت 40-50 سال سه تا وزارتخونه رو با هم اصلا اصلا تمام وزارت اقتصادی که راه انداخت. وزارت اقتصاد جای آدمای از جمله ایرج اسکندری. ایرج اسکندری اصلا وقت نکرد، شاید هم اگر میکرد کارهایی که میخواست بکنه به عنوان دبیر حزب توده موفق نمیشد. ولی خب 2-3 ماه وزیر اقتصاد بود که رفت. اما یه بابای دیگه بود که اصلا پرت بود که یه خیشاوندی نسبی هم به ما پیدا کرده بود که
آره دکتر چیز تحصیل کرده آلمان بود که دکتر حالا به جلالی. دکتر جلالی نه 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 شما چی تحصیل کرده آلمان که با شما نسبت پیدا کرده میشه پدر هنگامه دیگه، نه 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 او که وزیر بود که معاون که بود وزیر آلمان درس خونده بود دیگه. خب پیدا کن اسمشو. اون وقت این که شما میگید وزیر اقتصاد بود، آره ها وزیر اقتصادی که اون که گفتید با ما هم نسبتی داشت من معرف کردم. اساسش هم این بود که زنش خواهر ناپدری یا نامادری دختر عموی من بود، یا یک دختر آیت الله تقوی شیرازی یک زن گرفته بود، یک بچه هم داشت، رفعت چه دختر خوبی هم بود، بعد طلاق شده بود، اون رفته بود شده زن کسی که از اون خواهر زن دختر پدر بود و اون دختر زن این آقای وزیر تو شده بود. آره آره خب من اول من آدم چرتی هم بود، آدم از همون آدم های متفرعنی که فکر میکنن که وزیر شدن یعنی رو صندلی وزارت نشستن همین و حقوق وزارت گرفتن و اتومبیل وزارت سوار شدن، اما این کار کار عالی بالاخره حالا کار دارم. هوشنگ شیرینلو و من گفت که من رفیقایی دارم هم مدرسه من هستن، میخوام یه روز بیارمشون تو استودیو تو این فیلم هایی که جایزه برده رو تماشا بکنن. خودم بیا آبر در 12 تو بودن وقت اینا اومدن، یکیشون هم عالی خانه بود. خب حالا من باید فیلم ها معرفی بکنم، همچی که رفتم جلو ایستادم جلو شد جلو این در 12 نفر حرف بزنم چنون واز شدم برای فوش، فقط خواهر مادر نگفتم، تمام بی همتی بی همیتی همه اینا رو که توی بدبخت دستگاه بیچاره پهل بود بود گفتم. هی تمام شنوندگان محترم منم هی لب برمیشتن که آه بلکه وزیره، من درست به همین خاطر بود که میگفتم وزیر بود. ها اون موقع دکتر علی خانی وزیر بود، فقط وقتی وزیر بود میشد بشه قبل نصف نمیشد. آره وزیر بود، تمام فرشای ممکن دادم به این آدم پست پرت برای خاطر که خیلی خوب بدونستم که چه مرتیه فلان فلان شده. خیلی عوض میخوام اصلا من شاهد نبودم، ولی شاید خود چیز رو من گفته بود این با پزشکی ها بدرفتاری میکرد و پزشکی ها اصلا از گرسنگی مرد. پزشکی ها با یکی از درجه اول ترین نقاش های ایران، خیلی از سهراب خیلی از فقط از مؤسس بلندتر نبود اما همردیف مصدق مؤسس هم بود. وقتی که حالا خیلی ریشه حرف زده این بابا هیچی این وقتی که مدرسه میرفت پزشکی ها از جمله کارهایی که کرده بوده یکیش بوده که یه کار بدبدی هم به آقای پلبوت کرده بود که همکلاسیش بوده. حالا این هم که تو مدرسه این بیشتر این دشمنی ها رو جباری به وجود می آورد برای پلبوت. پلبوت انقدر هم بد نبود. نه من خودم پدر پلبوت وقتی رفتم اجازه فیلم او قصهش برات باید بگم یه وقت دیگه میگم واقعا تلافی که میشد بکنی وقت شما هم به اندازه کافی انتقام، ولی همه این کارا رو بیشتر به نظر میسی زیر سر جباریه، همش سر جباری بود، ولی برای خدا که کار وزارت خونه رو به سیستم خودش اداره میکرد و برای پهلوان کنگوشاد بی سواد کافی بود که یه جایی باشه یه آدم های باشه رو بلوله اونا حقوقشی بگیره و از این کارها رو بیشترش بود. خود بدبخت پهلوان هیچ چیزی نداشت، یعنی اصلا نه مایه نداشتی بخواد مخالفت بکنه یا زدیت بکنه یا طرفداری بکنه. بسیار خوشقلبی هم داشتش، نمیدونم اصلا فرصت خوشقلبی هم پیدا نکرد. وقتی هم که من رفتم اجازه فیلم اثار گنج ازش گرفتم که واقعا همون روز روز انتقام عجیب غریب من بود، اون روز فوق‌العاده است، اون روز فوق‌العاده است. هیچ به حال اون روزی که اینا اومدن توی استودیو من برای آقای وزیری که عضو سازمان امنیت هم بود خیلی زیاد تعجب آور بود که آدم بلند شه همینطوری
فوش بده بگه اینجوری اونجوری اونجوری. و اونم علی خانی هم میدونست که من دارم درست میگم. بله حتما میدونست. نه میدونست دیگه. که از شریفترین و کارآمدترین آدم های ایران بود. از شریفترین و مطبوعترین دوستان من بود. بله. باور کن باور کن باور کن که هنوز که هنوز هست من باور نمیتونم. اصلا اگر بیایی جود میشون من هنوز نتونستم اسم علی خانی رو از تو دفتر تلفن یا از توی خط بزنم. باور نمیتونم بکنم که علی خانی مرده. اصلا نمیتونم باور کنم. و خب با یه عزت نفسی هم حرفای من شنید و یک مرتبه علاقهش من فحشتناک بیرون ریخت و ما به هم از همون روز که در سالهای خیلی پیش بود دیگه، سال 61 62 بود دیگه، آره دیگه سال 62 بود حد اکثرش، از 1962 بله از همون وقت ما با هم دوست خیلی خیلی مطبوع با هم رفتیم افغانستان. و توی افغانستان خب خیلی خوب با خیلی خوش گذشت و خیلی خوب خیلی خوب بود سفر افغانستان ما با هم دیگه. و آره هر در هر جا هر نوع برخوردی باش میکردی اینقدر آدم مطبوع واقعا کم نظیر است. برگردیم به اون خونهی که تو آناتول فرانس شما داشتی. دارم حالا جغرافیای اون خانه رو در نظر میارم. در نزدیکیش خونه امیرشاهی هم بود. خونه امیرشاهی کجا بود؟ خونه امیرشاهی یعنی پدر میدونم پدر کی میگی ولی جاشو نمیدونم. کوچه از شما آشناییتون با مادر بچه ها با مولود اینا کجا؟ من فقط یک مرتبه در پاریس رفتم احوال دختر چیزی بپرسم که پیش مولود بود از طریق خود دختر مولود، از طریق خانم امیرشاهی که الان در فرانسه زندگی میکنه، یه جوری فرانسه زندگی میکنه. بله از طریق اون من. البته ملیه خانم هم از اون صحبت کرده بود ولی یه آدم برجسته توی چیز افلاکی من نبود. ولی خب رفتم خیلی خورش هم که رفتم خیلی گفتگوی خیلی انترسان هم با هم داشتیم. با کی؟ با مولود؟ با مولود خانم. تو پاریس؟ تو پاریس آره. موقعی که دختر مهشید و عرض میکنم که فرخ اونجا پیشش بود، یعنی مریم خانم. من اصلا رفتم اون رو ببینم. بله اصلا رفتم و نبودش اون روز خونه مدرسه رفته بودم. چی بود؟ نبودش. خود خانم مولود اون دیدمش. آره فوق‌العاده بود. اصلا برای خودش شخصیت فوق‌العاده بود. من درباره شنیدم، بعدها شنیدم، فقط شنیده بودم ولی این شخصیت در عمل هرگز برخورد نکرده بودم. بعد یه موقعی که پیشتون بودم خومخش کامبخش هم بود خانم امیرشاهی. بله بله یه خویه خیشاوندی. بله قزوینی بودن دیگه. چی بودن؟ قزوینی بودن دیگه. نه صحبت قزوینی بودنش نبود. یه خانواده بودن، از یه تیره بودن. کامبخش که شازده بود، اون رو هیچ میدونم. شازده بود. خود مولودم یه شازدگی